هر جایی که هستید خوب و خوش سلامت باشید. با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. تو این ویدیو میخوام تمرینات کامل پشت بازو رو با کش بهتون نشون بدم و این تمرینات رو میتونید تو خونه انجام بدید. نیاز به رفتن به باشگاه نیست. قبلا هم تمرین با کش داشتیم، تمرینای کامل بدن، تگش اینجا گذاشتم، اگه دوست داشتید امیدوارم میتونید ببینید. قبل از شروع حتما یادتون باشه که بدنتون رو گرم کنید و اگر نمیدونید چطوری بدنتون رو گرم کنید، ویدیو گرم کردن هم هست، میتونید تو کانال چک کنید و انجامش بدید. تو این ویدیو فقط آموزش حرکت ها هست، نمیخوام ویدیو طولانی و خسته کننده بشه. پس بریم حرکت ها رو شروع میکنیم و این حرکت ها این کشای ورزشی میتونید انجام بدید، کشای بدنسازی یا فیتنس هستش و میتونید تو فروشگاه اسپورت تهیه کنید. خوبی این کشا اینه که پیش کل حرکت های بدن رو میتونید باش انجام بدید، پا، زیر بغل، پشت بازو، جلو بازو، هر چی که دوست داشتید. از کشای مناسب استفاده کنید. من الان اینو میتونم کم و زیادش کنم تا فشار بیشتر بیاد. کشای اضافی دارم اینجا که بخوام اضافه کنم به اینا، مثلا اینجا قلاب داره، بعد توی میزنید ورزش میتونید اضافه کنید اگر فکر میکنید براتون سبکه و یا بالعکس اگر فکر میکنه سنگینه. و من حرکت اولمو به این صورت میگیرم و انجامش میدم. اینو میتونید تک دست انجام بدید و جفت دست. تک دستش به این صورته و جفت دستش هم اینجوریه، به این صورت. سعی کنید بدن توی خط صاف باشه و فقط عضل پشت بازوتون حرکت کنه. و وقتی که ما حرکت رو به این صورت میریم، بیشتر فشار رو قسمت سر دراز پشت بازو هست و این حرکت رو میتونید 3 ست 12 تکرار برید و یا 3 ست 10 تکرار، اونم بسته به میزان فشاری که میتونید بیارید به عضله. یعنی اگر کشایی دارید که نمیتونید کم و زیادش کنید، ابداً نداره، میتونید تعدادش زیادتر برید، برید 15 تکرار 20 تکرار که اون فشار رو به عضله وارد کنید. و اینم از حرکت اول. میریم حرکت دوم. برای حرکت دوم، حرکت پشت بازو، سیمکش، کف دست به سمت بالا و یا مچ دست برعکس هستش که انجام میدیم. اینو میتونید به این صورت انجام بدید، به این صورت، و سعی کنید تمرکز داشته باشید رو حرکتتون، یا که میتونید تک دست انجام بدید، اینجوری کنترل بیشتری داره رو حرکت. تا جایی که میتونید حرکت رو یواش و پیوسته انجام بدید. سعی نکنید ویل کنید کش رو بعد برید یا خیلی جلو برید، مثلا کش از حالت فشار در بیاد و حالت خونسا باشه، مثلا این الان فایده نداره. با عقب جلو رفتن میتونید میزان فشار کش رو تنظیم کنید و به این صورت میریم. این حرکت هم مال قسمت سر میانی پشت بازو هست و یا عضله اینجا هست زیر سر دراز پشت بازوتون و برای اون قسمته. اینم از این حرکت. میریم سراغ حرکت بعدی. حرکت سوممون حرکت پشت بازو به حالت نرمال هست. یک کف دست به سمت پایینه به این صورت و میتونید حرکت به این صورت انجامش بدید. دقیقا اصول کل حرکت ها یه جوره، طرز رفتن و کنترل کردن و ایناش، فقط حالت مچ تأثیر داره. یعنی یکیش مچ به این سمت میچرخه، یکیش به سمت پایینه و یکیش تو این حالته و اینا باعث میشن که فشار رو قسمت های پشت بازوتون فرق کنه. به این صورت حرکت رو میریم و این حرکت برای قسمت سر بیرونی پشت بازو هست و فشار خیلی خوبی میاره. و یه حرکت آخری هم داریم. برای این حرکت میتونید از کش استفاده کنید و یا از یه حوله چیزی کمکم بگیرید. برای این حرکت یه ذره فشار بیشترش میکنیم که تأثیر بهتری داشته باشه. یه دونه کش اضافه میکنیم. خب از یه حوله کمک میگیرید و عقبتر میرید. به این صورت وای میستید. یه ذره الان میتونید خمم کنید، مشکل نداره. مهمترین چیز توی این حرکت اینه که آرنجتون ثابت باشه موقع انجام حرکت، این تکون نخوره، کل بدن ثابت توی یه جا قفل میشه و حرکت انجام میدیم به این صورت. و وقت رفتیم پایین یه ذره میچرخونیم به سمت بیرون به این صورت. خیلی حرکت خوبیه، فشار خیلی خوبی هم به قسمت بیرونی پشت بازوتون میاره.
به این صورت. خب دوستان اینم از تمرین امروز، امیدوارم که براتون خوب بوده باشه و مفید واقع شده باشه. اگر از این نوع تمرینات دوست داشتید میتونید تو بخش کامنت بنویسید، من براتون ویدیوهای بیشتری درست میکنم. و برای حمایت از ما کافیه فقط ویدیو رو لایک کنید و اگر تا هنوز تو کانال ما مشترک نشید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فشار بدید تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر بشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون، بای بای.